بیژن پاکسا، طراح ایرانی تبار، چهره موفقی در دنیای مد و لباس جهانه. او سالهاست که در بوتیک مجلل بیژن پذیرای مشتریان سرشناس و خوش‌سلیقه‌ای است که از نقاط مختلف جهان به دیدنش میان. چندی پیش کالج طراحی و هنر اوتیس جایزه ویژه‌ای رو به بیژن پاکزاد اهدا کرد. توجه شما رو به گزارش اختصاصی صدای آمریکا از این مراسم جلب می‌کنم. کالج هنر و طراحی اوتیس در لس آنجلس بیژن پاکزاد را به عنوان طراح سال خود برگزید و با برگزاری مراسم باشکوهی در هتل بیورلی جایزه ویژه‌ای را به این طراح سرشناس ایرانی تبار اهدا کرد. جایزه طراحی اوتیس که هر سال به یکی از چهره‌های موفق این رشته اهدا می‌شود. کالج هنر و طراحی اوتیس در سال 1918 توسط گریسون گری اوتیس، مؤسس و ناشر روزنامه لس آنجلس تایمز تأسیس شد. این کالج با هدف گسترش هنر و حمایت از هنرجویان مستعد شکل گرفت و بیش از 90 سال است که در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت می‌کند. اوتیس یکی از مراکز معتبر آموزشی در ایالت کالیفرنیا است و دانشجویان بسیاری در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دارد. دانشجویانی که خلاقیت و نوآوری مهمترین ویژگی آنها به شمار می‌رود. امسال هیئت امنای این کالج بیژن پاکزاد را به پاس موفقیت‌های ارزنده او در جهان مد و لباس به عنوان چهره برتر سال انتخاب کرد. او نخستین ایرانی تباری است که موفق به دریافت جایزه طراحی اوتیس شده است. همچنین با قفید دانشکده اوتیس در کالیفرنیا، یک بعقیده بنده یکی از مهمترین دانشکده هاییست که فشن و آرت رو درس میده و به علت این پرفکشنیست بودن این دانشگاه و این دانشکده، من این دانشگاه رو خیلی دوست داشتم. اصلا ما در اروپا که هستیم با رفقای همکار طراح من راجع به این دانشکده خیلی صحبت میکنیم، این در درجه اول. ولی به طور کلی از من خواستن که من دیزاینر سالشون بشم. اوائل کار من یه خورده مردد بودم با این که اوتیس دوست داشتم و بعد استادیایی که کردم و خیلی خوشحال شدم بر عکس این که اول مردد بودم. در هر صورت اینا امشب به من این جایزه دیزاینر سالو میدن و حالا من اگزاجرت نمیخوام این جمله رو بکنم، ولی خیلی خوشحالم که من به عنوان یه ایرانی اینجا این افتخار دارم، به خصوص که دانشجویای بسیار بسیار باهوش ایرانی در این دانشگاه مدت هاست تحصیل میکنن. در هر صورت من امشب اینجا آمدم که از طرف خودم و همه ایرانی ها و از طرف مملکتم که البته من ایرانی امریکایی هستم با خوشحالی فراوان و جایزه رو بگیرم و خدا همه ایرانی ها و جوان های ایرانی رو موفق بکنه. و یک فرم من میخواستم یک کمکم به این دانشجویان ایرانی مقیم کالیفرنیا و در این حال خود همین دانشکده بشه. در این برنامه تعدادی از ایرانیان ساکن لس آنجلس هم حضور داشتند تا از نزدیک شاهد موفقیت بیژن پاکزاد در هتل بیورلی باشند. ستار، هنرمند نام‌آشنای موسیقی ایران، هم یکی از این چهره ها بود. سلام میکنم اول خدمت همه بینندگان تلویزیون وایس آف امریکا و بهشون شب بخیر میگم. در هر کجای دنیا که این برنامه رو میبینن خیلی خوشحال هستم که در بزرگداشت آقای بیژن اینجا هستم، در این هتل بیورلی هیلتون هستم و واقعا باعث افتخار ماست که یک ایرانی اینقدر موفقه که همه جا صحبت میشه ازش و به نظر من باید ما ایرانی ها این بزرگداشت رو برای ایشون میذاشتیم، ولی خب در صورت فعلا فرقی نمیکنه. خارجی هم که این کار میکنن، چون واقعا بیژن یک شخصیت جهانی همه میشناسنش و باعث افتخار همه ما ایرانی هاست که واقعا یک چنین برنامه ای رو برای ایشون گذاشتن، چون بیژن یک طراحی است که نه برای ایرانی بلکه برای آمریکایی‌ها و برای همه خارجی‌ها شناخته شده است و یکی از مهمترین کاراش انتخاب رنگ هاست که این رنگ ها رو چجوری کنار هم بچینه و یه منیجری داره، منیجر خانوم، که شما وقتی که در مغازه بیژن میری
یه چند تا کلازت داره که این کلازت ها رو وقتی در این کلازت ها رو باز میکنه مثل اینکه در بهش رو شما باز میشه. خیلی ممنون از شما، تشکر. بیژن جان I love you، باعث افتخار همه ایرانی ها هست. مرسی. جمشید دلشاد شهردار بیورلی هیلز یکی از میهمانان این برنامه بود. واقعا خیلی روز خوشی برای من، تقریبا همون احساساتی دارم که وقتی خودم شدم شهردار، اینقدر خوشحال بودم وقتی بینم یک ایرانی به موفق مثل آقای بیژن به این جا رسیده که اشخاص خارجی میان ازشون اینقدر قدردانه میکنن، نشون میده که چقدر ایرانی ها مفتخرن و چقدر ما به جای بالا رسیدیم. ضیافت شامی که در تالار با شکوه این هتل ترتیب یافت بخش دیگری از این مراسم ویژه بود. پخش فیلم کوتاهی از دستاوردهای هنری بیژن پاکزاد، نمایش صحنه‌هایی از بوتیک مجلل بیژن و پیام‌های محبت‌آمیز مشتریان سرشناس او با استقبال فراوان حاضرین در تالار همراه شد. در ادامه جمشید دلشاد با اشاره به سال‌ها حضور موفقیت‌آمیز بوتیک بیژن در بیورلی هیلز، کلید طلایی شهر را به او اهدا کرد و از نامگذاری این روز به نام بیژن پاکزاد در تقویم رسمی شهر بیورلی هیلز خبر داد. This is the key to city of Beverly Hills and the key to my heart. If that's not enough, today is what? May 8? Today is May 8, right? So how about in the, with the power that I have as a mayor of Beverly Hills, I will declare May 8 every year as Bijan's Day in city of Beverly Hills. پایان بخش این مراسم نمایش آثار تازه طراحان جوان مد و لباس کالج اوتیس بود. طرح‌های زنده و شاد که نوید حضور نسل تازه‌ای از طراحان خلاق و مبتکر در جهان مد و لباس است.